نشست‌های ایمانی یکشنبه شب‌ها از ساعت 6 الی 7:30 به وقت کابل و طور زنده از صفحات مجازی پیمان پرودکشن. سوال بعدی متوجه جناب مفلس میشه که جناب مفلس بر ما میگن که آیا در اسلام خشونت است؟ طوری که میگن اسلام دین خشونت هست، در حالی که الله متعال خودش اعلان کرده که دین اسلام دین رحمت هست. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی استعین و بهی نستعین. با عرض سلام مجدد حضور همه دستندرکاران و پارتنر های این میزگرد و همه شنوندگان و بینندگان، ای خو سراپا معلوم است طبق مشیر یا پیاله چینی که صدا می کند خود صفت خیش ادا می کند. در عرصه 1400 سال با تطبیق نسخه نایاب آیین قدسی اسلام، همه و همه می دانیم که اسلام یعنی چی و دین چی. حتی دشمنای اسلام می دانند که اسلام چطور یک دین است. به همین خاطر در پی پروپاگند و این آن می شوند. اسلام بر علیه زن دینی خشونت نیست، بلکه دینی عزت، دینی رفعت، دینی عصمت، دینی سماحت و دینی آبرو در هر دو دنیا. پیامبر صلی الله علیه و سلم من حیث الگو و نمونه و من حیث قائد و رهبر و قافل سالار برای کافه بشریت، خصوصا برای امت مسلمه و مسلمین است. ما در یک گزارش گذرا یا کوتاه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضوان الله تعالی علیها جریان به اصطلاح صحبت پیامبر صلی الله علیه و سلم با عایشه ام المؤمنین یک بررسی میکنیم. امام بخاری رحمت الله تعالی حدیث را روایت میکنند از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها که من نقل بالمعنا میکنم. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضوان الله تعالی علیها میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم با حد بی تکلف بودن و با ما به اصطلاح خاطرجویی میکردن، حتی ما از یک ظرف وضو میگرفتیم. این یک. و در حدیث دیگری میگه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضوان الله تعالی علیها میگه پیامبر صلی الله علیه وسلم میگفت شما ببینی خاطرجویی پیامبر علیه السلام از امهات المؤمنین و خاصتا عایشه رضی الله تعالی عنها. میگه ای عایشه، ما قهر تو را از خشمت میفهمم، قهر تو را از خشمت درک میکنم، میفهمم. بله بله. گفتن چطور یا رسول الله؟ چطور؟ وقتی قهر باشی میگه فلا و رب ابراهیم، وقتی که نرم باشی، آرام باشی، خوش باشی، سر حال باشی، یه فلا و رب محمد. سبحان الله. یا حدیث رو امام مسلم روایت میکنه، امام مسلم رحمه الله تعالی یک حدیث رو روایت میکنه، یکی از امهات المؤمنین دختر شاه یهود است، بنت حیه ابن احطب. ای در غذا جور کردن دست بسیار بالا داشت، خیلی غذای امت بسیار پر کیفیت و پر حلاوت تهیه میکرد. یک روز ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها در حجرش نشسته بود، پیامبر اسلام هم نشسته بود. حضرت صفیه بنت حی ابن احتب رضی الله تعالی عنها آمد با دست خادم روان کرد یک چیز، یک غذای خوب تهیه کرد، روان کرد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. تقریبا همونطور یک چیز. عایشه دختری ابوبکر سردار قریش است، ساده نیست، مملو از غیرت و رشک انباغی
به به و این یک آتش از خودش باشه همسر پیامبر باشه، اما این یک چیز طبیعی و فطری است. یعنی پیامبر در هجره ما باشه، در خانه ما باشه، تو به کدام حق اینطور یک چیز روان میکنی؟ اما تو که میزنه ظرف میفته میشکنه نان توده میشه. پیامبر حضور داره صلی الله علیه و سلم، پیامبر سلام غذا را جمع میکنه، ظرف را یک جای میکنه، یک رقم میکنه، کلو کلو و غارت علیکم امکم، بخورید بخورید. مادرتان سری قهر آمده، رشکش آمده، قهرش آمده، اینجا بخورید. ولی هیچ چیز نمیگه. ببین ما باورمند هستم حلیمترین مرد افغانستان یا عالم ترین مرد افغانستان در حضورش همین کار شوه بدون واکنش و عکس العمل امکان نداره. حداقل واکنش زبانی خونشان میده و میده، اما پیامبر نور رحمت هیچ. پس او مقتدای ماست، باید به او اقتدا بکنیم. ای بر علیه امیست که میگن اسلام دینی خشونت داره. کجاش خشونت هست؟ آه اسلام میگه چادر بگی، چادر برای عزت و عفت است، برای خدا. اما طلا، طلا را این طلا در عربی میگه ذهب، طلا را در روی سرک کسی یافته؟ زمرد که در پنجشیر فضل خدا خوب پیدا میشه، امی زمرد کسی در روی سرک دیده؟ به مجرد که میبره با چندین پوش او را میپیچانن. چاکلیت تا شیرینی ساده. خداوند جل جلاله یا شریعت اسلام کنیزا و دیگه زنای هرزه را هیچ شیرینکای ساده جور کرده. سریزا سطر فرض نگردانیده. حتی امیر المومنین عمر رضی الله تعالی عنه یک کنیز دید که سطر کرده و چادر گرفته، گفت القی علیک خمارک یا دفار، القی علیک خمارک، چادر تپرتا، تو خودت زنی آزاد جور کردی. چادر حجاب به معنای عزت و عفت و قلعه حسین و حسن حسین و یک دژ محکم در برابر عزت زن است که دیگران از او استفاده نکنند. مرا بیننده ها و شنونده ها و حاضرین همه به کمال ادب و احترام ببخشن، یک چیزی بسیار ساده عرض میکنم. میگن یک لطیفه، یک لطیفه عرض میکنم. یک کسی زن خود آرایش داده بود و باز گزمی بغلش گرفته بود و دمی دستی از یم تو میردم خیابانا چکر میره. خب یک کسی تشه دم تو بیادمی ببخشین، گفتم سیل کرد دیگه، سیل کرد. یادم سری غیرت آمد، گرفتم گریبانش یک چند مشت محکم که زدش، گفت راحت راحت راحت. وقتی راحت شد گفت بابا اول اجازه کرد بعد سیل کرد. گفت اجازه از من طرف زنت سیل کنم؟ هیچ چیزی نگفت توی سیل کرد. گفت بابا دیگر رو بدون اجازه سیل کرد، یه چی نگفتی؟ اما ما با اجازه سیل کردیم این قطر. اگر او ستر می داشت، اگر او حجاب می داشت، آیا این کار می شد؟ نه، بدون شک و تردید. خود دشمن هستند. دشمن دیگه وقتی که کج اندیشی کنه، اعوجاج و کج اندیشی دشمن به حدیست که او دیگه یعنی از تعبیر بیرون است، از تعبیر بیرون است. ایره برای عزت زن خدا حجاب داده و برای شأن و منزلتش داده. حجاب بکنین تا از دسترسی این و آن و بلحوثان و امثال هم در امان باشین، محفوظ باشین، مسئول باشین. یک زن با حجاب با جرأت را رفته میتونه، با جرأت حرف زده میتونه. یک زنی که بی حجاب بود نهایت بی حیا و بی شرمش و علایده مسئله است، ولی او درست نمیتونه اگر کمی حیا و وجدان و شرف و عزت در وجودش باشد درست را رفته هم نمیتونه. پس این نه خشونت است و نه چیز دیگری. ما در این راستا میخوام که از یک فیلسوف اسلام که خودم خیلی دوستش دارم، فیلسوف های آلی نی؟ فیلسوف هایی که اینطوری، حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی، پیر رومی، مرشدی روشن ضمیر که اقبال بیچاره را در بدر کرده است. علامه مولانا جلال الدین محمد بلخی میگه در رابطه به زن، میگه در رابطه به زن، میگه
بشنوند، شرقی ها بشنوند، غربی ها بشنوند، شنیدن دیگه بشنوند، کمی دلکفک شوند. از پی یسکن الیها شافرید، کی تواند آدم از هوا برید یا کی تواند آدم از هوا برید؟ و بدون شک 50% نه، 50% بالاتر جامعه را تشکیل میده. شما یک مرتبه دنیای بی زن را تصور کنید، زن نباشه زندگی یعنی چی؟ یعنی چی؟ هیچ. نه طلای ارزش داره، نه مردی ارزش داره، نه بزازی های وجود داره، نه براده، هیچ چیزی دنیا درست ارزش نداره. این خدای حکیم است که هم زن آفریده هم مرد آفریده و دنیا را طوری سیستمش را برابر کرده. خلق منها زوجها لیسکن الیه، این شعر از اونجا گرفته شده. یک محقق بلخی بود میگفت در مثنوی شریف 5246 آیه کریم گنجانیده شده در محتوای مثنوی. 5000 رو روی تحقیق تو علل حساب نی، اگه دکتر بود از دانشگاه بلخ. از پی یسکن الیها شافرید، یعنی کی تواند آدم از آدم از هوا کی بریده میتونه؟ مرد از زن کی جدا کرده میتونه؟ پیشتر گفتم جامعه بی مرد، جامعه بی زن، همچنان بی مرد همچنان. بعد میگه رستم زال ار بود از حمزه بیش، هست در فرمان اسیری زال خیش. اینجا یک تعداد، یک قسم فرهنگ است یا به گفته خازاده است، یک عرف و عنعنه است. مردم ترسیدن از زن یا به اصطلاح کم آمدن پیش زن از نظر چی؟ عیب میدانند. این عیب نیست، این کمال مردی است. این کمال مردی است. کسی که یعنی زنش به اصطلاح چانس میده حداقل که برش چیزی گفته بتانه، چیزی بگویه، یا حداقل در سرنوشت این آن یک کم تون شریک شوه، مشوره گرفته شوه، این کمال مردی است، این بی‌غیرتی نیست. ولی یک تعداد از روی جهالت، از روی تعصب، از روی کج اندیشی، نفهمی یا کج فهمی، بعد میگن که او بده ای ورقه پیش زنش گپ زده بتونه. این اشتباه است. ای چی میگه حضرت مولانا؟ میگه رستم زال از نظر زور دمو عصر تاریخ زوری رستم کی داشت؟ غیر سوراب دیگه کس نزدش به زمین. رستم زال ار بود از حمزه بیش ده پهلوانی ده بند و بازو، ولی هست در فرمان اسیر زال خیش. نه از که بدون فرمان زالش به اصلاح چی کنه؟ کاری بکنه نمیتونه. یعنی که اونجا مرتبط است، اونجا مربوط است، اونجا یک رابطه است، اونجا الفت است، اونجا محبت است، اونجا مودت است. و جعل بینکم مودتا و رحمه، تعبیرهای قرآن کریمی که انسان واقعا انسان شیفته میسازد. بعد میگه میره بالا، میره بالا، میره عرفان است، نه عرفان معرفت، پله پله بالا میره. میگه آنکه عالم مست گفتش آمدی، کلمینی یا حمیرا میزدی. به به چیز زیبا، ماشاءالله. میگه رسول مقبول صلی الله علیه وسلم وقتی که در میدانهای دعوت و در میدانهای گفتگو و امثال هم کارزار خسته میشد، باز که میرفت سرش از سر زانوی پیامبر ام المومنین عایشه رضی الله تعالی عنها میمون، بعد میگفت کلمینی یا حمیرا، کلمینی. یعنی تجربه کرده باشه یقینا یسکن الیها است، یسکن الیها، الهی آمین، آمین. وقتی که انسان در بیرو یک ماجرا را میبینه، ماجرای خشونت باره یا با کسی گفتگو میکنه، شما باور بکنید وقتی که میره با خداوند در زنها این فطرت داده، این ظرافت داده، به محضی که داخل بشی جبینت یک مطالعه میکنه فورا که راحت باشه، گفته بوده رولکس باشه مشکل نیست، ولی به مجردی که کمی جبینت ترش باشه، خیر باشه چی شده انشالله، وقتی که گفتی اینو دیگه خیره، خدا مهربان. و هم سوال هم طور ملهم و سلهم میکنه که دیگه اصلا گویا که حرفی نبوده باشه. یسکن الیها شد دیگه، از پی یسکن الیها شافری، کلمینی یا حمیرا میزدی. گفت پیغمبر که زن بر عالمان غالب آید، سخت بر صاحب دلا. این حدیثم، این شعری مولانا هم گرفته شده از حدیث امام بخاری است. امام بخاری میگه یغلبن علی الشریف و یغلبهن اللئیم، احب ان اکون شریفا. پیامبر علیه السلام میگه یغلبن علی الشریف، زنها به بالای آدم شریف غالب میشن، شریف با نسب، با صاحبزاده، خانزاده، سیدزاده و هم صالحهم. و یغلبهن اللئیم، لئیم دیگه شما ضد شریف در تعبیری که میکنین، لئیم انسانهای بدبخت و انسانهای بدکنش،
سر اونها زور میشن. چرا؟ بعد خودش گفته پیامبر اسلام صفه جدا کرده، آلمه احب ان اکون شریفا، من دوست دارم که شریف باشم. پس که زور بشه زور شد دیگه. این حال ما به او دیگرها میگم، به کسایی که کم کم رابطه دوستی و خوبی با زنشان دارن، مردم میگه زن چو زن ترس، نه اشتباس، حرف مردم اشتباس، کار تو اشتباه نیست، تو کار خوبی میکنی برادرم، با زنت، با خانوادیت، با بچیت، با دخترت، با همسایید، با تمام امت مسلمه، الفت، محبت، دوستی، ای فرض یک انسان است و فرض اسلام است و فرض دین ماست. بعد میگه که باز بر زن جاهلان چیره شوند، یغلب نه؟ یغلب هن اللعین، باز بر زن جاهلان چیره شوند. چرا؟ زن که ایشان تند و بس خیره روند. کم بود چون رقت و لطف داد، رقت، رحمت، لطف، کرم، شجاعت مردی واقعی یا در وجود جاهلا کم است. زن که حیوان است، حیوانی است غالب برنهاد، در فطرتتون زیادتر خوی حیوانی هست. به این اساس و به این خاطر به صراحت و به جرأت و به تمام متانت و چلنجوار میگیم که اسلام دین عزت، دین شرف، دین رحمت و رعفت برای همه است، خصوصا برای زن. پیشتر یک بزرگوار گفت که حضرت امام ابو حنیفه میگه اگر آدم دستش خوب بود، یعنی معاش بالاتر داشت یا تجارتش خوب بود یا کاروبارش دستش میچلید، باید برای رفیقه حیاتش خدمه بگیره تا که او را از کاروبار هم سالهم به دور داشته باشه و راحت تر باشن انشالله. جزاکم الله خیر، سلامت باشین استاد محترم، همه جانبه صحبت شد، انشاءالله که با مون لطیفه های زیبایی که استاد همیشه طبع خوش دارن با طبع خوش خود صحبت میکنن، الله باشون اجر عظیم نصیب بکنه. دوستان ارجمند، بعد از یک وقفه کوتاه انشاءالله که در خدمت قرار میگیریم، برنامه رو دنبال بکنین، با همگان شریک بسازین، انشاءالله که برنامه ادامه داره، تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما باشین. نشست‌های ایمانی یک شنبه شب‌ها از ساعت 6 الی 7:30 به وقت کابل، به طور زنده از صفحات مجازی پیمان پرودکشن.